آقای نادری خوش آمدین به برنامه آماج. تشکر، سلامت باشین، شما خوش باشین. در نخست خانم نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان از شما میپرسند که هیچ کاری را انجام ندادین و صحبتشون دقیقا با آدرس حقوق بشر افغانستان کمیسیون حقوق بشر امی است. آنچه در چوکات صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که دادخواهی برای حفظ ارزش های حقوق بشری و مخصوصا در خصوص خواستی اینا برای حفظ و حمایت از اعتراض مدنی خانم شمین بارکزی و سایر همکارا و دوستایشان بود که کمیسیون از روز اول زمانی که خانم سیمین بارکزی و تحسن و اعتصاب رفتن، نه تنهایی که از وضعیتشان به صورت روزمره نظارت میکردن، به صورت گسترده دادخواهی چی از طریق رسانه های داخلی، چی از طریق نهادهای مدنی، چی از طریق مراجعه مستقیم به حکومت و نهادهای بین‌المللی تا اونا به موضوع اهمیت اعتراض مدنی نتونستن. ولی آقای نادری آقای نادری، خانم ابراهیمی میگن که در سه روزی که اینا اینجا بودن شما حضور نداشتین، شما از حضور هر روزه تان صحبت میکنین و دیگه اینا ادعا دارن که شما در تمام زمانی که خانم بارکزی در اعتصاب بسر میبرد شما فقط دو بار آمدین. اگه قراری باشه که ما نهادار به چوکات افراد به محاسبه بگیریم، عرض خانم بارکزی شاید درست است که همکارای مختلف کمیسیون، سطوح رهبری کمیسیون در موارد متعدد به صورت همه روزه یا یک روز بار. پس شما دلیل نارضایتی خود خانم سیمین بارکزی در چی میدانین؟ شما اگه اجازه بدین، زمانی وقت سوال میکنین اجازه بدین که پاسخ سوالتان با ببینین. آقای نادری، شخص خود خانم بارکزی صحبت کردن و شما حتما صحبتهایشان هم تعقیب کردین که گفتن از نهادهای جامعه مدنی افغانستان راضی نیستن، دلیلش چی است؟ اگه شما به عنوان یک رسانه اجازه بدین که آنچه سیاه و سفید است هر دویش از هم دیگر متفاوت و جدا باشه، زمانی که شما میگین کمیسیون حضور نداشته، ما براتون گفتم درست است نباید نهاداره به محور افراد محاسبه کنیم. ناظرین کمیسیون همه روزه اونجا وجود داشتن. درست است شاید من یا خانم سیما سمر و سایر کمیشنرها همه روزه از اول صبح تا دیگر و تا شام اونجا نبودن، ولی خود خانم سیمین بارکزی و سایر همکارایشان درست میدانن که ناظرین ما از اول صبح تا خفتن اونجا می بودن و شبها هم زمانی که تلفن خودشان میکشیدن برای من، هر جایی که مشکل می بود امو لحظه ناظر ما اونجا حاضر می بود. حالا گلهشان سر چشم، اما آنچه اهمیت داره در این مثلا نپشته ای که ما این حاد و اون حاد ملامت بکنیم، به ای بپردازیم به عنوان یک رسانه، به عنوان یک فعال، به عنوان نهادهای مدنی که چگونه میشه از حق اعتراض مدنی حمایت شو و دیگه به نهادهای حکومتی خارج از قانون اجازه ندیم به اعتراضات و آزادی های مدنی مردم عمله بکنن و تجاوز بکنن به حدود آزادی های که قانون اساسی افغانستان برای شهروندانش تعیین کرده. با چه شیوه‌ای؟ شیوه‌ای که بپردازیم به ای که فلانی ملامت است و یا فلانی ملامت است. حالا شیوه‌هایش من براتون میگم. یکی از شیوه‌هایی که به صورت دقیق و بسیار بجا و بسیار نجیب ازش استفاده شده بود، اعتراض مدنی خانم سیمین بارکزی بود که پاسخش چی شد بالاخره؟ اول آغاز این قدم است. شما ببینید در کشوری که همیش باور به این بوده برای این که صدای خود بکشین باید تفنگ داشته باشین و به شانه های مردم با تفنگ حکم برانین، اما آغازگر این حرکت یک اعتراض مدنی است که از طریق خانم بارکزی برنمایش گذاشته شد. حالا این نیاز ایده داره که رسانه ها، نهادهای مدنی و فعالین سیاسی به اهمیت ای بپردازن و به صورت گسترده ای به گفتمان ملی تبدیل بکنن و بیشتری به برنمایش بگذارن و به ای که در مقابل زور
و در مقابل ای که به حدود سپاس آقای نادری. آقای نادری فرصت برنامه ما کم است، اگر با آخرین سوال بپردازیم، چه کاری را برای سیمین بارکزای میکنین و آیا در سه روز گذشته شما در شفاخانه با سیمین بارکزای نهاد شما دیده که شما از نهاد صحبت کردین نه از افراد؟ بله، ما در سه روز گذشته خود خانم سیمین بارکزای حتما آگاه هستن که ما مستقیم با خود رئیس جمهور در تماس بودیم، ما مستقیم با کمیسیون مستقل انتخابات در تماس بودیم، ما مستقیم حتی به خاطر ای که یک راه به مراتب بهتر در نتیجه اعتراض مدنی خانم بارکزای برای خواستشان پیدا شود، با اعضای مجلس سنا، با بعض مقامات مجلس سنا و سایر نهادهای مرتبط صحبت‌های گسترده وجود داشته و موضوعشان تعقیب شده. این نیاز نیست که ما از لحظه تلاش بکنیم که بگیم ما یک کار را که انجام میتیم بگیم ما این کار انجام دادیم. سپاس، تشکر از حضورتان. ما اهمیت داره نتایج اون کار. سپاس، تشکر از حضورتان.